زود باش اسکار، بیا بریم دیگه، وگرنه بیلیارد میبنده ها. خب حالا فکر میکنی شانسی داریم یا نه؟ آره، اون اصلا نمیدونه که چی شده. فکر میکنه اسکار بداره امشب با خیال راحت بخوابم؟ امیدوارم همون یه شب تو زندان براش درس عبرت شده باشه. خدایا به دادمون برس، خدایا کمکمون کن. من واقعا یادم نمیاد آخرین باری که خوابیدم کی. آره منم همینطور، روز سر کار همش چرت میزنم. باید یه کاری بکنیم. قبول کر شریکشه؟ آره هر وقت ما بخوایم امضا میکنه. خوبه، حالا ما همون آدمیو که میخواستیم داریم. ولی هنوز باید حواسمون جمع باشه. جمع هست، همه مسئولیت ها رو میندازیم گردن اون، نه خودمون. امیدوارم اینجا باشه، امیدوارم اینجا باشه، تو رو خدا اینجا باشه. خدا نکنه فروخته باشدش، امیدوارم نفروخته باشدش. خدایا قول میدم دیگه مرتب برم شوخ بذاری. اینا هاش چطوری ویلیام عزیز منی؟ سلام، سلامتی. برات خبر خوب دارم، کل سهم بلیتو فروختم. چیه؟ چی شده؟ چرا خوشحال نیستی؟ مگه همینو نمیخواستی؟ عیبی نداره شازده، ما که دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. تا با همون سهم خودت هم کلی پول برنده شدی، پس باید جشن بگیریم دیگه. چی؟ تبریک میگم، تو قرعه کشی برنده شدی. ای پسر، برای که یادت نمیره. البته که یادم نمیره، اصلا چرا نمیه خونه من؟ میخوام بهتره کنمش. نه 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 نه، تو خونه تو با این پولا نمیتونی بهتره کنی، باید صبر کنی جایزتو بگیری. بعد یه همچین خبری باید بهم پول قرض بدی، بعدن جایزمو که گرفتم پولتو پس میدم. یالا دیگه رفی. نه، چون من این ما کلی خرج دارم. اگرم پاتیکو بفهمه با هم دعوا میکنه. پاتیکو تو که میدونی کلی هم خوشحال میشه وقتی من پولتو با بهره بهت برگردونم. زود باش دیگه پولو بده. سب کن. بذار ببینم. سب کن. هر کی دلش مهمونی و غذای مجانی میخواد بیاد خونه من. مهمونی و غذای مجانی. من تو قرعه کشی برنده شدم. یا اینجا تا پیرسانتتو میگیریم. باید گروه موزیکم بیاریم. زود باشیم. بیاید خونه من. همه تون مهمون منی، بیای. زود باشید بچه ها، بیاید پایین. آفرین، یالا بجان بیم. آماده ای؟ این دیگه چیه؟ اینجا چی میخوای؟ چی شده؟ وای خدا، اینا کیان؟ هیچی، اسکار برگشته سر عادت قدیمیش. مطمئن باش غیر از این آره به خاطر همینی که هنری هم تا الان نیومده خونه، حتما داره ترتیب مهمونی با اون پسر بیابرو رو میده. خدای من که دیگه تحمل ندارم. وای نگو، ببین پس چرا اسکار خودش نیست؟ اونا رو فرستاده اینجا و خودش نیومده. عالیه، یه شب میخوابیه دیگه. اون چیه؟ چی؟ نکن قضایی گرفته. نه یعنی چی؟ غذا تو ظرفای یه بار مصرف بذار یه شکلی بهت بگم. این مهمونی با مهمونی شما فرق کنه. آره آقا بدبخت شدیم و رفت. آره اسکار دیگه داره شورشو در میاره. پاتیکو میگم بهتره بریم با پدرت حرف بزنیم. آره امشب خون و خون ریزی را میافته. آقای کروازیو بریم. بابا کجایی؟ نه خودشه اسکار لیال. کاسه صبرم دیگه لبریز شده. آره مال ما هم همینطور. واقعا مسخره است دیگه، مهمونیشو تو خونش نمیگیره، تو خیابون میگیره. خوب میخواد هرس ما رو در بیاره. نه اگه خانم روکا اینجا بود محال بود بذاره پسرش این کارا رو بکنه. از اینکه مامانش خونه نیست سوء استفاده میکنه. این اسکار آخر ما رو با این کاراش بدجوری دق میده، اینو میدونم. آروم باش عزیزم، ببین تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که زنگ بزنیم به پلیس. خانم بلانکویتا مگه یه دفعه دستگیرش نکردن چه فایده ای داشت؟ آره ما باید خودمون یه درسی بهش بدیم تا ادب بشه. من کاملا با این نظر موافقم. بله ببخشید، ولی واسه ما مهم نیست که اسکار چی میخواد چی کار میکنه. چیزی که خودمون میخوایم مهمه، اونم اینه که هر جوری هست
اسکار باید از این محله بره، همینو بس. آخه چجوری؟ خونش اینجاست، ما که نمیتونیم بیرونش کنیم. من نمیدونم، فقط وقتی اسکار رسید از این محله بیرونش میکنیم و هر طور شده پدش میکنیم بیرون. هر طور شده پدش میکنیم بیرون. خب خیلی ممنون به خاطر این شب بی نظیر. نه نه، این شب بی نظیر هنوز تموم نشده. ¿Puedo pasar? Vamos a pasar el resto de nuestras noches juntos. ¿Me puedes esperar? No, puedo esperar. Amor, quiero estar contigo. Quiero sentirte. Sí, pero ahora no puedo. ¿Qué pasa? آره میدونم، ولی یاد روزیتا افتادم. عزیزم، اون واقعا خیلی دلش میخواست که عروسی من و تو رو ببینه. خیلی خوشحال میشد اگه من این خبر رو بهش میدادم. میدونم که درکش برای تو سخته، چون به نظر تو اون فقط یه همسایه بود، ولی نه، اون واسه من حکم مادر رو داشت. عزیزم، من شرایطش رو درک میکنم. خانمی، واقعا دردناکه. حالت که خوبه؟ آره. شب بخیر. از دست ما که کاری بر نمیاد. شب بخیر. دوستت دارم. منم همینطور عزیزم. اگه چیزی لازم داشتی به هم زنگ بزن، هر وقتی که خواستی. حالا شد. آفرین. ببینم صدای گروه موزیک من چطوره. بلندتر بخونی. من پول ندارم که دیگه این یکی رو حساب کنم. اگه پاتیکو بفهمه که من از بانک پول برداشتم، منو میکشه. خب از یه جایی پول میگیریم، قرض میکنیم، یه کاری میکنیم. نگران نباش، من یه میلیونرم. تو هم که دوست منی، بس میلیونری. کاش که منم یه بلیط خریده بودم. الان وقت شادیه، بخن. چرا به خانوادت نمیگی بیان اینجا؟ نه، جمعیت رو ببین، دارن میان اینجا. نگاه کن. همسایه ها، من امشب یه دلیل منطقی واسه جشن گرفتن دارم. ایشالا که شما بله رو میگیم. معلومه که ما بله رو میگیم. در واقع ما بله رو گفتیم، منطقه واسه اینکه تو از این محل بری اگه اینا خفه نشن. همین الان یه دقیقه صبر کنین. انگار شماها متوجه نشدین. من میخوام با شما جشن بگیرم. میخوام همه دلخوریایی که ازم دارین به خاطر سر و صداهای دیر وقت و اون بزن برقصا، همشو از دلتون در بیارم. میخوام با همه شما، نه فقط با هنری، با همه تون دوستان عزیز جشن بگیرم. لابد ما باید ازت تشکر بکنیم به خاطر این همه سر و صدایی که راه انداختی، با این مطربایی که شبونه آوردی تو محل. این حرفا چیه میزنید؟ مطرب چیه؟ نگین تو رو خدا، اینا بهترین موزیسینای شهرن. مسخره است اسکار. تو امروز به من 3 پزو بیشتر پول ندادی بابت پول تاکسی، چون گفتی پول نداری. حالا ببین چه مهمونی را انداختی. بس، لطفا بعدی. اسکار، نکنه افتادی تو کارای خلاف. نه خانم این حرفا رو نزنین لطفا. خدا به من یه لطفی کرده، اونم یه لطف بزرگ. چی؟ از آسمون پول ریخته؟ حرف بزن دیگه. خب خانم، من تو قره کشی برنده شدم. من یه میلیونرم. آره، میلیونر. من یه میلیونرم. همه بگین. من یه میلیونرم. باورم نمیشه. باورت میشه هنری؟ من یه میلیونرم. خدای من. نمیخواد واسه ما داستان تعریف کنی. نصف حرفا دروغه، نصف دیگه‌ش هم خالی بندی. آره اسکار، وای به حالت. اگه اینم یکی از نقشه‌هات باشه، بهت اخطار میدم. به خدا قسم دارم جدی میگم، اگه مهمونی رو تعطیل نکنی از محله پرتت میکنم بیرون همین الان. بله
ما هم به پلیس شکایت کردیم. حالا تصمیم با خودته، این کارو بکنی میبینی چی میشه. گوش کنین همسایه ها، من به خدا قسم میخورم که اسکار تو قرعه کشی برنده شده. اسکار تو قرعه کشی برنده شدی؟ الان بهتون ثابت میکنم. شماره بلیت برنده چی بود؟ 8-0-8-2. سریالش چی؟ 0-45. همین شماره است. من تو تلویزیون دیدم. حتی از فیلم خیلی هم خوب یادم میاد، چون من همین شماره رو دارم. ولی برعکس، مبارک اسکار، مبارکه. خیلی مبارک اسکار. حالا به این بهونه منو بغل نکن. آره باورم نمیشه. مبارکه. اگه واقعا پولی برنده شدی، من میتونم بهت بگم چه جوری سرمایه گذاری کنی. خیلی خیلی ممنون. سرمایه گذاری باشه واسه بعد. الان میخوام فقط جشن بگیرم. زندگی با من بیار. بریم خونه من. بریم کجا؟ نه یه دقیقه، یه دقیقه کجا میرین؟ بابا این ما رو گذاشته سر کار. مگه شما نمیشناسینش؟ همش خالی بندیه. به من گوش بدید، به من گوش بدید. احمقان. نامزد شدیم شوهرم اینو بهم هدیه داد. اینجا چه خبره؟ آره ما خوشحالیم، آره ما خندونیم. آره خلاصه اینجوری شد. آهسته اول همه با هم بچه ها، همه با هم هشت اومد و من گفتم نه. خب هریتا حالا ده بار قضیه رو تعریف کردیم. قرعه کشی جالبه. به ما چی میرسه؟ ما که برنده نشدیم. آره آره ما خوشحالیم و خندونیم. آره چون خیلی خیلی پول داریم. ممنون ممنون. صبر کنیم، صبر کنیم، یکم استراحت کنیم، یکم استراحت کنیم بچه ها. اسکار اسکار گوش کن، تو که میدونی من تخصصم تو زمینه سرمایه گذاریه، من میتونم بهت بگم که پولتو کجا سرمایه گذاری کنی که امن باشه، واقعا امن باشه، امن امن باشه. حتما باشه باشه باشه. واقعا این کارو میکنی؟ هی 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 گوش کن گوش کن، میدونی چه کاری خوبه؟ کار تاکسی. واسه همینم پسرم گفتم بیام ببینم میخوای با هم شریک شیم، چون که حالا تو برنده شدی میتونی بهم کمک کنی که این کارو گسترش بدیم، اینجوری به نفع جفتمونه. نظرت چیه؟ شاید شاید، ولی راستشو بخوان داشتم فکر میکردم که سرمایه گذاری کنم تو محله. تو محله؟ خب خوبه که تو محله سرمایه گذاری کنی، چون ما کلی تو رو تا حالا تعمل کردیم، چون ما تو رو خیلی دوست داریم اسکار. نگران نباش آلیسیا، من این چیزها رو فراموش نمی کنم، تو و جسیکارم فراموش نمی کنم، شماها همیشه به یاد من هستی. نمیدونم جسیکا کجاست اسکار، بهش اجازه دادم بیاد مهمونی تو، حتما داره آماده میشه، چون میدونه که تو ازش خوشت میاد. ببخشید میرم میارمش. برو برو بیارش. به هر حال من هر کاری کنم که این محله خیلی رو بیاد. آه جسیکا، جسیکا عزیزم گوش کن، یه خبر خیلی مهم دارم برات. میدونی چی شده؟ چی شده؟ چه خبر ماما؟ راجب اسکار عزیزه. اسکار؟ ماما یعنی آره. تو این همه داد و بیداد به خاطر اسکار رو انداختی؟ نه ماما، شما هم باید همین کاری که من میکنم و انجام بدید. به موسیقی خودتون گوش بدید، اون وقت سر و صدای اسکار رو فراموش میکنید. نه تو متوجه نیستی، ما باید الان بریم خونه اسکار، اون تو قرعه کشی بزرگ برنده شده. چی؟ تو قرعه کشی؟ آره جایزه بزرگ، اون برنده جایزه بزرگ شده. صف کن ببینم، سر به سر من که نمیذاری. مامان اسکار بلیط قرعه کشی رو به خاطر من خرید، گفت اگه ببره با من ازدواج میکنه.
اولین کاری که انجام میدم اینه که یه زمین فوتبال کوچیک میسازم که بچه‌ها بتونن توش بازی کنن و تنبل نشن، سلامت بشن. در واقع اول از همه ورزش و فرهنگ سازی میکنم برای بچه‌های اینجا. باشه باشه، سخنرانی کافیه، وقت موزیکه، موزیک. همه ی مهمونای عزیز جارو رو نگاه کنید، جارو جارو، همه تین خانوما و آقایون، هر کس جارو رو نگاه نکنه بازنده رو، هی تو اینو بگیر، بیا بیا، هی حواسم بهت هستا. خب اگه همچین حرفی رو زده ما باید مجبورش کنیم که پای قولش بمونه. زود باش عزیزم، نه 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 نه، یه دقیقه، راستش اسکار این حرف رو زد ولی کی میدونه که پای قولش میمونه یا نه. عزیزم این دیگه بستگی داره به این که تو چی کار کنی، زرنگ باشی یا اینکه نه. تا اونجایی که من میدونم اسکار همیشه از تو خوشش میومد. خب الان فرصت خوبیه دیگه، هم رئیست تو تحویل نمیگیری، میفهمی؟ چون هیچ آینده ای نداره. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. بیا بریم عزیزم ببینم چیکار میکنی که زندگیمون رو نجات بدی. بازم پونچو، پونچیز، پونچو، آلفونسو، پونچیز. سلام تاتیانا، شوهر منو ندیدی؟ نه ندیدمش. به هم گفت میره یه قدمی بزنه ولی پیداش نمی کنم. این وقت شب اینجا تنها چیکار میکنی؟ من داشتم به روزیتا فکر میکردم. آره خب میدونی بعد از اتفاق دیشب باید راجع به کمی چیزا فکر کنی. منظور چیه؟ من اصلا خوشم نمیاد تو کار کسی دخالت کنم ولی ما همه متوجه مشکل دیشب شدیم. چه مشکلی؟ خب راستش من نمیخوام با این حرفا تو رو ناراحت کنم، فقط میخوام کمکت کنم. ساریتا خیلی ممنون ولی من ترجیح میدم راجع به این موضوع با کسی حرف نزنم. ولی باید حرف بزنی، بهترین کارتو بهت بدم. آره فکر کنم با خودم آوردمش. خیلی خوب، این کارت یکی از مؤسسه هاییه که من باهاشون کار میکنم، اونجا میتونن بهت کمک کنن. بر بالا آرامش، یعنی منظورت اینه که من روانی ام ساریتا؟ نه نه تاتیانا، نمیگم تو روانی هستی، این حرفو به خاطر چیزی که دیشب دیدم میگم. میدونی چیه، من اصلا خوشم نمیاد که کارامو توجیه کنم باشه، ولی این کارو میکنم چون دارم میبینم که چه سوء تفاهمی داره پیش میاد. بله من دیشب خیلی افسرده بودم، میدونی چرا؟ چون روزیتا مرد و شما انقدر بی‌انصاف بودین که حتی نیومدین ازش خداحافظی کنین. همه با هم ام شو شو چلی پک لیری لونه، ام شو شو چلی یال میلیونره، ام شو شو چلی پک لیری لونه. براو براو، عجب شبیه، بخورین و برقصین. اسکار پول همه چیو میده. ببین چی رو برات آوردم. چه شبت، کی میره این همه را رو؟ بگی منو دد دد. عزیزم به اسکار تبریک بگو، خجالت نکش، برو بغلش کن. اسکار جون مبارکت باشه، امیدوارم منو فراموش نکنی. نه مگه میشه، اصلا چرا همچین حرفی رو زدی؟ واسه اینکه باید به قولی که دادی عمل کنی. چه قولی؟ یادت رفت؟ به خاطر من بود که تو بلیط قرعه کشی رو خریدی. یادت اومد؟ آره آره شوخی کردم. معلومه، خب چون بهت قول دادم عمل میکنم، مرد و قولش. معلومه من قول دادم، پس تو و مامان تو ساپورت میکنم. نه عزیزی، قولی نبود که تو دادی. اسکار بهم قول دادی با هم ازدواج میکنی. خب ولی جسی تو که به من هنوز بله رو ندادی، دادی؟ نه 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 نه، به من بله رو نگفتی. نه شازده، اگه ضبطو کم نکنیم الان پلیس میاد. بهشون بگو ضبط 600 هزار تومانیه و من یه قرونم کم نمی کنم. نه 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 نه،
آخه واقعا میگم اگه صدای موزیکو کم نکنیم دوباره میبرنمون زندان. وای خدا. نگران نباش اسکار جان، ما خودمون این مشکل حل میکنیم، مگه نه آقای کرواسیو؟ بله بله، من میرم و رفع و رجوش میکنم. آره بیاید بالیه. مگه نه جسیکا؟ همه راحت باشن چون اسکار پول همه چی رو میده. بیاین که بریم. بیا چیه؟ خب یعنی این دفعه ما رو به خاطر تو میخوان ببرن زندان؟ آره، تو مثلا شوهر منی. همیشه چیزای بعدو میذاری تو گردن من. افسردگی یه مسئله خیلی جدیه، یه مشکلی که مردم بهش توجه نمیکنن. نباید واسه کمک گرفتن از بقیه خجالت بکشی. تو این مؤسسه هم دقیقاً همین کارو میکنن. هیچ کس دیگه ای نیاز ندارم، خیلی ممنون. هر جور که دلت میخواد، ولی یادت باشه که اگه احتیاج به دوستی کسی داشتی، من همیشه اینجا هستم. خیلی از آدما مشکلاتشون رو نمیبینن حتی اگه جلوی چشمشون باشه. شب بخیر دختر خوب. شب تو هم بخیر. پانچو، پانچیز، پانچو، پانچو، ساریتا دنبالت میگشت. دنبال من؟ خب آره. آره خب راستش من پیاده رفتم بیرون که یکم ورزش کنم که تاتیکا رو دیدم. بعد تصمیم گرفتیم که با هم ورزش کنیم. چون دوتایی ورزش کردن خیلی بهتره. مگه نه تاتیکا؟ آره آره، بیشتر وقتا که تنهایی میرم پیاده روی حوصلم سر میره. خب دیگه من با اجازتون میرم خونه. ببخشید. خواهش میکنم، خیلی ممنون. منم میرم دوش بگیرم. آخه بعد از ورزش کردن دوش آب گرم خیلی میچسبه ها؟ با اجازه تاتیانا. بله خودم هستم. انگار دفعه پیش برات دفعه نشد. من توضیح میدم. نه نه نه، لازم نیست توضیح بدی. ما از اینجا رد میشدیم و سر صدایی که این آقا راه انداخته بود و شنیدیم، و چون که قبلا ازش شکایت شده بود ما دوباره میبریمش اداره پلیس. بیا بریم. سیدیری خودمون رو از راه های دیگه حل میکنیم. ولی مگه شما از دست شکایت نکردیم؟ آره آره تو درست میگی. بیا اینجا. از صدای موزیک چی میشه؟ صدای ضبطش تا کوچه بغلی هم میاد. خیال گروه حالشو ببریم. راست میگه. گوش کن، راستشو به من بگو. این آقا شما رو تهدیدی، شکنجه‌ای، چیزی کرده که ازش شکایت نکنین؟ نه قربان، این چه حرفیه که میزنین؟ نه روحان، اتفاقی که افتاده اینه که آقا تو قرعه کشی برنده شده. حالا هم اینا همه دیگه بهترین دوستوار شدن و نمیتونن و نمیخوان جلوشو بگیرن. همش همینه. همه تو ساکت باشی. من علیه این آقا شکایت دارم. فکر کنم احمقانه تو پول دار شده. ما باید تحمل این بس کن. چی داری میگی تو؟ دخترم میخواد بگه که ما داریم به مناسبت برنده شدن آقای اسکار لیال جشن میگیریم. خودم یه جشن مفصل. آره برو برو. آقای اسکار حقیقت داره؟ خب من نمیخوام پوز بدم ولی بله. آره ما اینیم دیگه. چه میشه که؟ خب پس اگه اینجوریه که مبارکه. مبارک باشه. گروهبان یعنی با خودتون نمیبریده؟ ببریمش؟ یعنی صدای موزیک اذیتتون میکنه؟ مگه شکایتتون رو شما همین الان پس نگرفتید؟ صبر کنین، صبر کنین قربان. بفرمایین تو، بفرمایین. چرا نمیایین تو یه چیزی بخورین؟ بفرمایین، خواهش میکنم. نه ما نمیتونیم سر وظیفه چیزی بخوریم، ولی یکم غذا با خودمون میبریم. ای بابا این چه حرفیه قربان. بفرمایین تو، خواهش میکنم. بیاین تو، بفرمایین، بفرمایین. نه خودتونه. بفرمایین، خواهش میکنم. شما هستم خانم. تو دیگه کجا میری؟ به افتخار جشن اسکار دیگه. هنی برای امروز دیگه کافیه. فردا هم تو باید بری سر کار. بچه ها باید دارم مدرسه. بریم ببینیم میتونیم یکم بخوابیم. هیچی نگو. یه لحظه سب کن. یه لحظه سب کن ببینم. چشماتو اینجوری برای من قرق نکن. تو منگی. منگ. صاف نبرو. صاف. کخونه برسی همینجوری نق میزنم. خوب کاری میکنم. چی شده مردم رنج کشیده با عزیز کولومبیا؟ شروع کن، بخورین، بخورین.
بخورین بیشتر. من دیگه نمیتونم بخورم. نه بخور وگرنه میریزم رو. آخریشا. آره. آهای کجا داری میری؟ بسته دیگه وقت خوابه. نه شما میخوای منو وسط مهمونی تنها بذاری؟ نه بیرون روشن شده. لااقل نیم ساعت میخواستم قبل از اینکه برم سر کار بخوابم. دقیقاً نیم ساعت خواب چه فایده ای داره؟ اسکار آخه ما دیگه جون نداریم. میدونی راه حلش دست منه. بهتره کل پاچه بزنی. کل پاچه همه مهمون من. بری آقای کرواتیو، میخواستم ازتون یه خواهشی بکنم. پول کل پاچه رو به هم قرض میدین؟ وقتی پولمو گرفتم بهتون پس میدم. حقتو میکنم، ارزششو داشته باشه. معلومه که داره. خیلی خوب بریم دیگه بچه ها. بریم. زود باشی. میشه اینو بچسبونی به پنجره نشیمن؟ بچسبون اونجا. این یکی و اینجا که مردم وقتی میان تو بتونن ببینن. تو دستشویی؟ آره اون یکی هم میتونی بچسبونی تو دستشویی. ممنون از این که میخواین بهم کمک کنین، ولی آژانس املاک همه کارا رو انجام میده. آره میبینم. چند تا کاغذ کوچیک که از پایین پله‌هام دیده نمیشه. راستش ما باید هر چه زودتر اینجا رو بفروشیم. میدونید که جریان تقسیم ارث دیگه. بیشتر از اینم نمیتونیم منتظر بمونیم. واسه همینم هست که آگهی زدیم. بله من متوجهم که شما عجله دارین، ولی من ازتون میخوام که یکم صبر کنین. نه ما وقت نداریم صبر کنیم. چون انتخاب یه همسایه جدید برای ساکنان این آپارتمان خیلی مهمه. خیلی ببخشید خانم، ولی برای ما هم الان پول خیلی مهمه. ما اینجا رو به اولین کسی که پولش رو داشته باشه و نقدم باشه میفروشیم. فعلا خداحافظ. به سلامت. خیلی خب بفرمایید خانم، من فکر کنم حق با شماست. شما که نمیتونین آپارتمان به اولین کسی که پیدا شد بفروشینش. نزنشون به دیوار. Con el caldito, yo sé que se componen y así se pueden ir a camellar juiciositos. No. Oiga, y cobre rapidito ese premio, pégale. Cobre claro. Rapidito el premio para ver si me paga todo lo que me hizo gastar. ¿Tú? Claro, pero no. Yo me voy a por venga, la casa. Venga, pero ¿para dónde se va? Bueno, hombre, ya estoy que no doy más. ¿Pero qué? Bueno, entonces nos pillamos, vea. Un recuerdito. Vale, Pipe. Hasta luego. ¡Uy! ¡Jessiquita! Se me escapó anoche, ¿no? No, Jessiquita, no diga eso. Usted sabe que es que yo no me puedo trasnochar porque no puedo llegar tarde a la oficina. Claro, yo sé que usted es una niña bien juiciosita. La lleva al trabajo. ¿Usted se va a poner en eso de ahora que es millonario? Pero ¿ah? Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no? No, pues porque yo pensé que ahora que usted tiene toda la plata del mundo no iba a seguir trabajando el taxi. Pues... Mi amor, usted se puede comprar el carro que quiera. Pues de comprármelo sí, Jessica, pero yo voy a seguir camellando en el taxi. Mi negocio. ¿Es que la llevo o no? Chévere. Pues me da mucha pena con usted, pero pues... Pues lléveme. Un besito ahora que somos novios, ¿no? بله پس vamos. هی صبر کن، بیا اینجا بپر تو تاکسی، متعلق به خودته. باشه. بفرمایید. سلام شازده، خوبی؟ سلام، تو چطوری؟ چیه؟ دیشب تا دیر وقت بیدار بودیم. آره میدونم. ببین با من میای بریم جایزمو نقد کنیم، بعد با هم بریم یه چند تا کادو واسه بچه‌هات بخریم. نه امروز باید حتما برم دادگاه، حتما باید برم. ببین با هم بیا دیگه، من دیشب اصلا نخوابیدم. بیا دیگه نه. بیا دیگه هنری، تو رانندگی کن. خیلی خوب، زود باش، بیا را بیافتیم. شازده اینو برام نگه. باشه بدش به من. وای چه سنگینه. تو را یکم آهنگ شاد آره، گوش کنیم. گوش میکنیم. خیلی ممنون. در را لطفاً ببند. خب بگو ببینم با تاتیانا چی کار کردیم؟ قبول کرد که با هم شریک بشه. آخه باید تظاهر میکردم که میخوام باش ازدواج کنم، ولی مهم نیست. عالیه، مبارکه. البته جای تأسف داره، چون آخه تاتیانا میتونست بهترین همسر واسه تو باشه. من قبلا هم بهت گفته بودم که نمیخوام با کسی ازدواج کنم. برای چی اینجا وایستادی؟ مگه نباید بریم مدرکیو که باید امضا کنه آماده کنی تا ما نقل و انتقالایی که لازمه انجام بدیم؟ ببخشید مزاحم شدم. نه عزیزم بیا تو.
راستش من داشتم با آلوارا راجع به ازدواج و شراکتمون میگفتم. مگه قرار نشد کسی خبردار نشه؟ آره هیچ کس نباید خبردار بشه، ولی آلوارا مشاور حقوقی ماست و قرار مدارک شراکتمون رو امضا کنه. من از اینکه تو قبول کردی انقدر خوشحال بودم که باید به یکی میگفتم. تاتیانا تبریک میگم، نگران نباش، من به کسی نمیگم. بهتره که به کسی نگی، چون ما میخوایم نامزدیمونو با یه جشن بزرگ توی تاریخ مناسب اعلام کنیم. باشه. پس من میرم که مدارک آماده کنم. باشه. خیلی ممنون. باشه، منم باید برم جلسه، ولی از الان دلم برات تنگ شد. نیکولا. جسیکا، من دارم میرم. چند ساعت دیگه برمیگردم. انگار واقعا رابطتون با دوستتون خیلی خوب شده ها. بعدن توضیح میدم. نه نگران نباش، لازم نکرده چیزی رو به من توضیح بدی، هر کاری که دلت میخواد بکن. یعنی چی؟ چی شده؟ منظورت چیه؟ مگه یادت نمیاد که آخرین بار چی بهت گفتم؟ من خسته شدم رودولفو. منظورم اینه خوشحالم از اینکه یه کسی رو پیدا کردم که منو دوست داره و برام ارزش قائله، اون چیزی که هستم. پس خداحافظ، مواظب خودت باش. صبر کن ببینم، صبر کن. داری راجع به چی حرف میزنی؟ منظور چیه؟ مگه واضح نگفتم؟ جسیکا، میتونی یه کاری برام بکنی؟ بعداً با هم حرف میزنیم، باشه؟ بله. این قرارداد رو بررسی کردم، لطفاً ببینید درسته. هنری همینجاست، اگه لازم شد ماشینو جا به جا کن، باشه؟ موفق باشی، منتظرت هستم. آره، اگه چیزی شد بهم خبر بده. باشه حتما. آی چطور امروز اینقدر خوشحالی خانوم؟ اتفاق خاصی افتاده؟ چون یه اتفاق خوب افتاده. به من هم میگین چی شده؟ نه هنوز نمیتونم بهت بگم، ولی قول میدم به محض اینکه تونستم بهت بگم. باشه، اشکالی نداره، هر چیزی که هست من براتون خوشحالم، چون بعضی وقتا میبینم که تنهایی و قصه دارین، تو خودتونید، نمیدونم چرا، ولی امروز خیلی خوشگل و خوشحال هستید. البته هر روز خوشگلی دار. یه نفر دیگه هم امروز همین حرفو بهم زد. به خاطر همینه که اینقدر خوشحالی؟ به خاطر اون یه نفر؟ نه 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 واقعا. خیلی خوب نیکولا، تونستی بسته ای رو که ازت خواستم بفرستی؟ بله بله خانوم، امروز صبح. ولی میدونی من چه فکری کردم؟ من فکر کردم که ما باید یک کسی رو ساعتی استخدام کنیم، چون کلی برگه داریم که باید بفرستیم. میدونی نیکولا، من مناسب ترین آدم رو برای این کار سراغ دارم. چی شد شازده؟ پولدار شدیم؟ چی گفتن؟ باید یه سری مدارک بهشون بدم که ثابت کنن من خودم هستم، وگرنه چکو بهم نمیدن. مشکلی نیست، مدارکو میاریم. آره مدارکو میاریم، میاریم میاریم. الو سلام اسکار، حالت خوبه؟ تاتیانا هستم، میخواستم بهت یه پیشنهاد کاری بدم. یه کار ساعتیه، حقوقش هم خوبه. میخوام جبران همه کارهاییو که برام کردی رو بکنم. ای وای، خیلی دوست دارم که این کارو قبول کنم خانم، ولی راستشو بخوای یه کار دیگر رو قبلا قبول کردم و یه کار فوری دارم. خب باشه، اشکالی نداره. صبر کنید، ولی اگه کارم تموم شد میتونم بهتون کمک کنم. شما که میدونین من همیشه در خدمتگزاری حاضرم، ولی بعد موقعی به هم زنگ زدین. باشه، ممنونم. خب باشه، پس بعدن میبینمتون، فعلا خدافظ. تا حالا قیافتو دیدی وقتی با اون خانم حرف میزنی؟ چیه؟ این خانم داره یه جورایی تو رو گرفتار خودش میکنه. چیه میدونم، ولی من جایگاه خودم رو خوب میدونم کجاست. چی میگی بابا؟ این داستانا مال قبل بود که بی پول بودی، ولی تو الان پولداری شازده، تو رده اونی مگه نیستی؟ نه این خانم به درد من نمیخوره، از رده من خارجه. تازه من الان میخوام بیافتم دنبال جسیکا. خب اگه اون میتونه به زندگی تو سر و سامون بده و تو رو تو خرج و مخارج نمیندازه که، خب چه بهتر. تو باید سرمایه گذاری کنی اسکار، باید یه خونه یا آپارتمانی بخری. سرمایه گذاری؟ کاری که الان باید بکنیم اینه که پوله رو بگیریم، بعدم که پولو گرفتیم میخوام از زندگی لذت ببرم. و اولین کاری هم که میکنیم اینه که تا حد مرگ خوش میگذرونیم. راستی میتونی 20,000 تا به من قرض بدی؟ بده دیگه تا من چکو بگیرم. بده دیگه، ده بیار اسکناسا رو زود باش. وای نه پدر، خیلی مسخره است. ببین ساعت چنده و هنری هنوز نیومده خونه. میدونی به من چی گفت؟ گفت داره با اسکار میره مهمونی، فکر کرده من اینجا منتظرش میشینم، ولی کور خونده، آنچنان ادبش کنم. نه عزیزم، بهتره وانمود کنی هیچی نشده. ببخشید،
یعنی شما میگی من نه تنها باید سر و صدای اسکار رو تحمل کنم، باید بذارم هنری هم هر کاری دلش خواست بکنه؟ گوش کن عزیزم، میدونم که برات خیلی سخته که قبول کنی، ولی هنری بهترین دوست اسکاره. این به نفع اونم هست که اسکار با هنری بره مهمونی و خوش گذرونی، به نفع ما هم هست. کدوم احمق گفته که کارای این پسر بی فکر به نفع ماست؟ آره بی فکر خیلی احمق، ولی با کلی پول که الان تو جیبشه. ببین دخترم، میخوام یه کاری کنم که تو تاکسی رانی سرمایه گذاری کنه. فقط همینو کم داشتم، باورم نمیشه. میدونستم که همه دلشون میخواد جلوی اسکار خودشونو خوب جلوه بدن، چون پولداره و اونا هم میخوان سوء استفاده کنن. اونا میدونه که هیچ کس هیچی بهش نمیگه، ولی شما چرا پدر؟ باورم نمیشه خودتونو به خاطر یک کم پول فروختین. من نمیدونم آخر عاقبت این داستان به کجا میرسه. یک کم پول؟ فکر اقتصادیت خرابه. عجب بدبختیه، عجب بدبختیه. یه شب دیگه هم باید بیخوابی بکشیم. فقط امیدوارم که ارزششو داشته باشه، چون من نمیتونم تو دفتر بخوابم. شانسی که ما آوردیم این بود که اسکار این پول برنده شد و حالا میتونه بره یه خونه بخره و یه جای دیگه زندگی کنه. آره واقعا مسخره است، خیلی خیلی مسخره است. حق نداره همچین کاری با ما بکنه. نه پس چرا انقدر دیر کرده؟ حالا که انقدر پول داره و وضعش خوب شده، فکر میکنی ما هم یادش بیاد؟ او فکر نکنم، اسکار یکم خلو چله، ولی همیشه پای قولش بوده و همیشه این محله رو دوست داشته. داره میاد. خیلی والی شاد. سلام همسایه های عزیز، بیاین ببینید چه چیزایی واسه تون آوردم. بیاین بچه ها، بیاین بیاین دیگه، زود باشین. خیلی خوب، من این چیزا رو خریدم که بهتون ثابت کنم من چقدر دوستتون دارم. خیلی خوب خانوم بلوم کویتا کجاست؟ اینجا. بیا بیا اینجا ببین، برات یه ماشین لباسشویی آوردم، اینجوری دیگه لازم نیست پشتتو خسته کنی برای لباسا. خانوم سوزانا بیا، اینم برای خانوم سوزانا. بیا اینجا، با این پول میتونی هزینه عمل جراحی آب مرواریدتو بدی و اینقدر سختی نکشی. فقط دعا کن خدا خیرت بده. و برای یولیسیتا، اینم مال تو، باهاش بقیه هزینه دانشگاه تو بده و یه چند دست لباس نو بخر. بگیر. تو خیلی خوبی استاد. خیلی خوب خانم روبینا، بیا جلو، تو هم با این پول میتونی پول قسط خونه تو بدی. ببین. اوه برو دیگه. خیلی خوب. اوه همسایه خوب من. اوه آقای فلاویا، برای شما. یادتون میاد وقتی بچه بودیم توپمون میافتاد تو حیات پشتی و شما همیشه پاره پاره به همون پس میدادین؟ ها یادتون میاد؟ نه اسکار. یادتون نمیاد؟ ولی ما یادمون میاد. هیچی برای شما ندارم. نگاه کنین. و برای بچه ها سفارش دادم یه زمین فوتبال کوچیک بسازن کنار حیات. اینم لباس ورزشیاتون. بگیرین بچه ها، بگیرین. آفرین بچه ها، اینا رو بدین به اونایی که اون طرفن. باشه باشه، من زیاد گرفتم. دیدی گفتم استاد آدم خوبیه؟ دیدی؟ بگیرین بچه ها، بیاین بیاین که بریم فوتبال بازی کنیم. بیاین بچه ها، زود باشین، بیاین بیا اینجا، بیا اینم مال تو. من موهای تنم سیخ میشه وقتی فکر میکنم چه جور آدمایی ممکنه بیان اینجا تو این ساختمون زندگی کنن. ما نگرانیم اون اتفاقی که واسه اندرو افتاد برای ما هم بیفته. خب چی شد؟ یه سری شعبده باز اومدن تو ساختمونشون و بعدم یه روز بیخبر پلیس ریخت و تیراندازی شد و از این جور چیزا. نه چه افتضاحی. این اتفاقیه که برای ما هم ممکنه بیفته کلارا، چون خواهرزادای این زنه برای فروش آپارتمان خیلی اتفاقی نمیفته اگه تاتیانا آپارتمانو به یه آدم درست حسابی بفروشه. من نمیدونم شما دارین راجع به چی حرف میزنین، ولی با کمال میل خوشم. خب ما داریم راجع به فروش آپارتمان روزیتا حرف میزنیم و اینکه کی میخواد بخرتش. از اونجایی که تو مسئول این کار هستی، ما میخوایم کسایی که میخوان بیان اینجا زندگی کنن آدم باشن.
آدم باشن؟ آره آدم، کسایی مثل تاتیانا، پولدار، میفهمی که؟ آره. ببین، من که فکر نمی کنم تو به تنهایی بتونی تصمیم بگیری که آپارتمانو به کی بفروشی. به خاطر همینم ما میخواییم به تو و آژانس املاک یه سری مشخصات بگیم که شما بتونین بهترین خریدارا رو انتخاب کنین. باشه، مشکلی نیست. اگه میخواین میتونی راجع به این موضوع امشب تو جلسه مالکی صحبت کنیم. اگه کسی نتونست بیاد میتونه یه نماینده انتخاب کنه. هرچی خانوم بگن. تاتیانا، دفعه پیش ما همه سر وقت اونجا بودیم به جز تو، چون که تو خب مشکل داشتی. بله، ولی دیگه تکرار نمیشه. ولی شما میتونین مطمئن باشید که آدمی که میاد تو این ساختمون زندگی کنه حتما تمام شرایطی که ما راجبش قبلا به توافق رسیدیم رو داره. همسایه ایدئال. پاس بده، پاس، گل، بزن. اه لعنتی. بگیر. بزن بزن، شوت و گل. گل. اسکار، خیلی خوب بود. باره کنار، باره کنار. ممنون، ممنون بچه‌ها، ممنونم. می‌بینی رفیق، به من پاس بدی می‌بری. ممنون، ممنون. دیدین؟ معلومه، چون تو قرعه کشی برنده شدی می‌ذارن گل بزنی. آره، نزن، ولش کن. زشت، زشت. باشه، فراموشش کنیم. بریم خونه، بلنگو آمادن که مهمونی رو شروع کنیم. خیلی خوب رفیق، بریم. زود باشید. بیاین بچه‌ها، بیاین خونه من. بیاین بریم که جشن بگیریم. بیاین شما هم بیاین. بریم بچه‌ها، بریم. همتون بیاین. خانم کوچولو، تو دفتر رئیس من چیکار داری؟ فکر نمی‌کنم چیزی گم کرده باشی. یه دقیقه صبر کن مامان بزرگ، دارم دنبال اطلاعات مربوط به آپارتمانی فروشی می‌گردم. آه، لابد می‌خوای آپارتمان بخری. خب آره، یه چیزی تو همین مایه ها. میشه یه چند تا عکس بهم نشون بدی؟ آره حتما. خب چه منطقه میخوای؟ چه قیمتی؟ بذار ببینم، بهترین منطقه، بیشترین قیمت. جسیکا، وقت منو با خیال پردازیات نگیر، من احمق نیستم. خب مامان بزرگ، نشون میدی یا نه؟ بیا پنجتاشو بخر. بذار ببینم. وای ساختمون، فواره آبی، خیلی کلاسش بالاست. ازش خوشم میاد، خیلی هم خوشم میاد. آره البته که سرکار خانم خوششون میاد، این بهترین آپارتمانی که ما داریم. حالا قیمتش چقدره بهم میگی یا نه؟ اگه داشتن یه همچین جایی برای آدمایی مثل من امکان پذیر نیست، واسه آدمایی مثل شما که از محالاته. نه نه، یه دقیقه صبر کن. ممکنه برای آدمایی مثل شما امکان پذیر نباشه، ولی برای من هست. من قراره که به زودی توی یه جایی مثل اینجا، شایدم خود اینجا زندگی کنم. آره آره حتما. ادامه بده به رویه پردازیت خانم کوچولو. وقتی از آسمون برگشتی زمین ببین چی میشه. حالا از اتاق برو بیرون، باید کارامو انجام بدم. پدر خواهش میکنم تو تصمیم تجدید نظر کن، اسکار هیچ وقت خسته نمیشه. آقای کروازیو، ما سه شنبه که نخوابیدیم، بدن من دیگه نمیکشه. من دارم دیوونه میشم. میبینی پدر، ما باید جلوی این مهمونی ها رو بگیریم. نمیتونم، نمیتونم. کار تاکسی احتیاج به پول داره و اسکار تنها کسیه که میتونه و این پولو داره، پس باید جلوش کوتاه بیام. آره خب ممکنه این همه پول داشته باشه، ولی هنری هم داره. اگه اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کنه، من دیگه به هنری اجازه نمیدم باهاش بره. اگه شما جلوشو نگیرید من میگیرم. صبر کنین، صبر کنین. فرشته نجاتمون رسید.